سلام زهرا ارجانی هستم با شرح کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی از طریق دفع مواد زاید و دیگر مواد در خدمت شما خواهم بود با تصدیق اینکه دولت‌ها بر اساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل دارای حق حاکمیت جهت بهرهبرداری از منابع دریایی خیش بر طبق خط مشیهای سیست محیطی خود هستند وظیفه دارند اطمینان حاصل کنند که این فعالیت ها در قلم رو و یا کنترل آنها آسیبی به محیط زیست زایر کشورها یا مناطق فرارتر از حدود محاکمیت ملی آنها وارد نکند. با یادوری قطنامه 2749 مجمع عمومی ملل متحد در مورد اصول ناظر بر بستر دریاها و کف اقیانوسها و زیر بستر متعلق به آنها که فراتر از حدود قلمرو حاکمیت ملی هستند. با خاطر نشان ساختن اینکه آلودگی دریایی از بسیاری از منابع مانند دف و تخلیه از طریق هوا، رودخانه ها، ریزشگاه‌های ها، ریزشگاه های در رودخانه ها و خطوط لوله نشعت می گیرد و از این رو حائز اهمیت است که دولت ها بهترین شیوه های عملی را جهت جلوگیری از چنین آلودگی هایی به کار بسته و محصولات و فرایندهایی را توسعه دهند که میزان مواد زاید مزر در دریاها را کاهش می دهند. این کنوانسیون موسوم به کنوانسیون لندن مشتمل بر یک مقدمه و 22 ماده و سه زمیمه در تاریخ 8 دیماه 1351 هجری شمسی مطابق با 29 دسامبر 1972 میلادی در چهار نسخه در لندن، مکزیکو سیتی، مسکو و واشنگتن تنظیم و امضا گردید و ایران نیز بر اساس ماده واحده واحده مسوّب 256375 به آن ملحق شده است. بر اساس این کنوانسیون اعضا باید به صورت فردی و جمعی کنترل مؤثر همه منابع آلودگی محیط زیست دریایی را ترغیب کنند و به ویژه خود متعهد شوند. تا به منظور جلوگیری از آلودگی دریاها از طریق دفع مواد زاید و سایر موادی که برای سلامت بشر ایجاد خطر می کنند و منابع زیستی و حیات موجودات دریایی را مخاطر آمیز می و به امکانات رفاعی دریا آسیب می و یا با دیگر استفاده های قانونی از دریا تداخل پیدا می کنند همه روش های عملی را به کار ببندند و هر عضوی در قلمرو خود باید اقدامات مناسب را به منظور جلوگیری و مجازات هر عملی که مغایر با مفاد کنوانسیون باشد اتخاذ نماید. این کنوانسیون می توسط هر عضو برای کلیه موارد زیل اجرا شود. کشتیها و هواپیما هایی که در قلمرو آن عضو ثبت شده و یا با پرچم آن حرکت می کنند. کشتیها و هواپیما هایی که در قلمرو آن عضو یا ثبت دریاهای سرزمینی آن موادی را بارگیری می کنند که قرار است دفع گردد. کشتیها، ها، هواپیما ها و سکوهای ثابت و شناور تحت حاکمیت آنها با این باور که در امر دفع مواد زاید دخیل هستند. این کنوانسیون در مورد آن دست از کشتی و هواپیما هایی که طبق حقوق بین المللی از مسئولیت دولتی برخوردارند اعمال نمی شود. با این وجود هر عضوی با اتخاذ اقدامات مناسبی اطمینان حاصل خواهد کرد که چنین کشتیها و هواپیماهایی که به آن تعلق دارند با توسط آن مورد بهرهبرداری قرار می گیرند. به گونه ای عمل خواهند کرد که با موضوع و هدف این کنوانسیون مطابقت و سازگاری داشته باشند. هر عضوی باید مقام یا مقام های داری را برای موارد زیل تعیین کند صدور اجازه های خاصی که از قبل و برای دفع مواد زاید لازم است. صدور اجازه عامی که از قبل و برای دفع مواد دیگر ضروری می باشد. ثبت نوع و مقدار همه موادی که اجازه دفع آنها داده شده و محل و زمان و روش دفع آنها. نظارت فردی و یا همکاری با سایر اعضای متعهد و سازمان های زیسلاح بین المللی در خصوص وضعیت دریاها، به منظور تحقق اهداف این کنوانسیون صدور هر مجوزی تنها بعد از ملاحظه دقیق کلیه عوامل مربوطه از جمله آگاهی قبل از ویژگی های منطقه دفع مواد زاید صادر خواهد شد بر اساس این کنوانسیون مواد زاید به سه دسته تقسیم می شده اند. دسته اول شامل مواد مذکور در زمینه اول آن هستند که معروف به لیست سیاه این فهرست طبق تعریف آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای شامل انواع معینی از ترکیب‌های شیمیایی، جیوه، کادیوم، نفت، پلاستیک و ضایعات قوی رادیواکتیو است و آنها را از لحاظ ریزش به آب دریا ممنوع اعلام می‌کند. دسته دوم متشکل از مواد زاید است که در زمینه دوم کنوانسیون ذکر شده است. موسوم به فهرست خاکستری این فهرست شامل سر مس روی ترکیبهای ارگان و هالوژن فلوریدها حشر براده فلزاد و مواد رادیواکتیو است که در زمینه شماره یک ذکر شده است ریزش این مواد در صورتی مجاز است که جواز لازم توسط مقامات ملی دولت عضو عغذ شده باشد زمینه سوم چند عامل را که مقامات ملی دولتهای عضو به هنگام صدور جوازهای ویژه یا عمومی باید در نظر بگیرند ذکر کرده است این عوامل شامل مشخصات و ترکیبات مواد مشخصات محل ریزش روش نگهداری و اثرات ریزش است در سال 1978 اعضای کنوانسیون لندن اصلاحاتی را بر زمایم آن که مربوط به سوزاندن مواد زاید در دریاست تصویب کردند که بر اساس آن اجازه ویژه‌ای برای سوزاندن مواد زاید مندرج در زمایم یک و دو باید کسب شود و سوزاندن باید مطابق با اصلاحات مندرج در زمایم جدید باشد. در شرایط اضطراری می توان مقررات فوق را معلق کرد. این موارد محدودن به مواقعی که خطری زندگی افراد یا ایمنی کشتی یا هواپیما را تهدید کند و یا در صورتی که ریزش مواد زاید تنها راه احتراز از خطر باشد و کاملا متحمل باشد که خسارات ناشی از چنین ریزشی کمتر از روش دیگر است. در این اصلاحیه روش ویژه‌ای برای فهرست سیاه مواد زاید وجود دارد. اسناد تصویب یا الحاق به این کنوانسیون نزد کشورهای مگزیک، روسیه، بریتانیای کبیر، یالات متحده یا آمریکا و ایرلند شمالی تودی شد